بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاس یا آموزش از رای دور، با امیدی که درس ها براتون مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگی از ریاضی صنف هشتم تحت عنوان احدیت. احدیت یا واحد، احدیت یا واحد. خب، قبل از اینکه دوستای عزیز بریم یوی سوالایش براتون حل کنیم، یک بار شما مفهومی از این درس باید بفهمید. دوستای عزیز، احدیت یا واحد معنای یک دانه میده، یک دانه. دیدین بسیار وقتی کاربردش کجاست؟ بسیار گپا هست در درجم سودا میشه. فرضاً یک درجن قلم است، 12 دانه است، میگه 40. خب درست است که آدم میتونه بخره، مثلا توانش داره، ولی بسنجه که فایده میکنه یا نقص میکنه. می چطور فایده و نقص؟ خود عجیب بفهمه. خب یک درجن است چند میگی؟ 40. دانه چند میشه؟ اگر رفت تو که امی 12 یا یک درجن 40 روپه خریدی، فرض کن برات هر قلم 4 روپه تمام شد، فرض کن و در بازار بود 2 روپه، نقص کردی دیگه. چی به خیلی نفع نقص خود آدم میفهمه که احدیت یا واحدش بسنجه. صحیح که تو میگی که یک درجنش 36 روپه، حالا داره چند مفته برمه؟ این باید آدم محاسبه، یه هم از روی تناسب محاسبه میشه. دوستای عزیز، که مثلا یک درجن 12 روپه، 12 دانه است، 36 روپه، اونو معلوم دار دانه 30 روپه مفته. مثلا او که 40 روپه بود، از 30 روپه بالاتر مفته. خب چی وقتی بر ما این موضوعات بر میخورادم که درجنوار یک چیز سودا شدم و آدم زود بازی میخوراده اینمی؟ چرا که اگر فی دانش یا دانه یک دانش محاسبه نکنه، در بازار یک دانش آدم تمام شد و خوش تبا میکنه آدم دیگه. باز این معلوم شد که احدیت یا واحد پیدا کردن یک دانش است و اهمیت شما فهمیدین که ممکن به شکل درجن آدم بازی بخوره. درست؟ این رو ببینیم، بیایم سوالایش کار کنیم. میگه که سوال اولش است که 28 دانه پیرانه، 28 دانه پیرانه، یه خیاط در 4 روز دوخته، در 4 روز دوخته. اینا رو روزانه چقدر چند پیرانه دوخته باشه؟ تناسب است دیگه، حلش میکنیم براتون دوستای عزیز. خب 28 پیران در چند روز دوخته؟ در 4 روز. خب مهمی است که روزانه چقدر دوخت داره، سرعت کارش زیاد است یا کم، یک اهمیت شمیز. ایناله در یک روز چند دانه دوخته؟ اکس. پس اکس مساوی می شود در یک روز، ببخشین، در یک روز چند دانه دوخته؟ چرا این در زیر روز باید دیگه؟ ایناله اکس مساوی می شود تناسب دیگه. تناسب ها میتونین به مشکل فیصدی حل کنین، کلش هم تناسب است. این چلیپا بایشن یک ضرب 4 مساویس و یک ضرب 28. چی را ما کار داریم؟ اکس اطراف و تقسیم 4، تقسیم 4 یه امرایزی خلاص. اکس مساویس یک 4 4 هفت 4 28، یعنی در یک روز هفت پیران هم میدوزه، هفت پیران در یک روز، در 4 روز 28. خب این دیگه فایده زمی احدیت که سرعت کار یک کارگر آدم میفهمه که سرعت کارش چقدر است. به صورت جورایی یا به شکل دست جمعی نمیفهم آدم. میگه 28 پیرانه ده 4 روز دوخته. ولی یک کسی دیگه میگه که من در یک روز 10 جوره پیرانه میدوزم.
ما میگیم باش که یک نفر دیگه داریم که در 28 روز 4 در 4 روز 28 پیرانه دوخته. تو روز 10 جوره یا 10 تا پیرانه میدوزی. کدامتان البته کارتان تیز است. اینا رو اونو تناسبش جور میکنیم که 28 پیرانه که در 4 روز دوخته ای روزانه 7 دانه پیران. ای که میگم در یک روز 10 تا میدوزم خویی سرعت کار زیاد است. این آدم میتونه در استخدام هم از این استفاده کنه که کی کارش تیز است ها زود کار میکنه. خب دیگر دوست عزیز یکان مثال های دیگه شو ببینیم مفهومش رو فهمیدیم دیگه درست؟ خب یک سوال دیگه است قیمت یک بیرل تیل خاک یک بیرلش که 200 لیتر میشه چند میشه؟ 200 لیتر 40,000 افغانی است 200 لیتر تیل 40,000 است قیمتش 40,000 قیمت یک بیلرش خیلی چقدر است یک بیلرش اکس یا قیمت یک لیترش چقدر است شوالا مطلب فهمیدن یک آدم می به شکل دست جمعی یا به اصطلاح کلی که دان گپ میزنه میگه من یک بیلر تیل دارم متوجه سین یک بیلر تیل دارم شما امیر میخرین میگن چند میگه 40,000 یک بیلر تیل دارم میگه چند 40,000 ما میگیم که خوب خوب است میخرم اما یک دفعه میبینیم که یک لیتر از این یک کسی دیگه میگه من لیتر 120 روپا یا 150 روپا یا 180 روپا برات میتم هر قدری که شد 20,000 شد 10,000 لیتر تیل شد مقصد من لیتر 180 رو پتر میتونم این اول آدم بسنجه که ای آدمی که میگه من یک بیلره تو رو میتونم 40,000 او آدمی که میگه من لیتر 180 میتونم این آدم بتونه محاسبه کنه که کدامش با مفادش است از روی چی رو محاسبه کنه از روی یک لیترش اهدیت یا از روی یک واحدش بعد از او فهمیده میشه درست؟ مثلا چی رقم؟ یک بیلر تیر چند لیتر تیر است؟ 200 لیتر تیر چند میگه؟ میگه 40,000 خیلی یک لیترش چقدر است؟ اکس این حال اکس طریقه شده گاری یاد گرفتین با شکل چلی پایی ضرب زی ضرب سی خواه این حال 200 ضرب اکس مساویس با 40,000 اطراف تقسیم 200 ای طرف و ای طرف ای رم رو ازی خلاص اکس مسئله می شود ای دو صفر هم که دو صفر خلاص یک دو 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 چار دو ست این دو ست افغانی خی ای برای ما ای آدمی که میگه من یک بیلر 40,000 برات میتم لیتر 200 برای ما تمام میشه او آدمی که آمده که من لیتر 180 رو برات میتم طور مثال 1,000 لیتر تیل دو فایده است اگر چرا؟ از کجا فهمیدیم فایده شد؟ از روی یک واحدش از روی یک لیترش او پیشتر از روی پیران یک پیران یک روز که چقدر پیران میدوخت درست از دوست عزیز؟ یعنی از روی احدیت یا واحدش یا محاسبی یک دانش از روی از او آدم باز میتونه بفهم کدام مثال دیگه هم دوست عزیز؟ بینیم داریم یک مثال دیگه هم ایران برای دوست عزیز کار میکنیم یک درجن قلم پنسل 12 دانه است 240 افغانی خریدیم قیمت 7 دانش چقدر خواهد بود خوب سعی کنید دوست عزیز دو رقم حل میشه تناسب از دیگه خب یک درجن قلم 12 دانه است یک درجن 12 دانه یک درجن دوازده خب یک درجن یا دوازده دانیش چند میگه؟ 240 افغان هفت درجنش خیلی چقدر؟ اکس هفت درجن گفتنی؟ قیمت هفت دانیش چند افغانیست؟ هفت دانه یک درجنش دوازده رو پس هفت دانه قلم هفت دانه قلم قیمتش چقدر است؟ یه منظورش یه تک چیز است هفت دانه قلم خیلی قیمتش است خب تا که ما
قیمت یک دانه قلمه اینجا پیدا نکنیم، آیا میتونیم 7 دانش پیدا کنیم؟ اول یک دانش پیدا میکنیم، بازر به 7 میکنیم، 7 دانش پیدا میشه. یام سیز میتونیم نیترون پیدا کنیم که از 12 دانش که 240 است، خیر 7 دانش چقدر است؟ او تناسب میشه. اگر که اول یک دانش پیدا کنیم بازر به 7 کدین، ایش احدیت میگه اردوش باید یک جواب برای درست؟ ببینیم که میبره یا نمیبره. خب 12 دانه یک درجن خلان 240 رو پس یک دانش چقدر است؟ x 12 ضرب x مساویس به 240 اطراف تقسیم 12 این هم ریزی خلاص x مساویس یک 12 دو 12 24 صفر مثل که یک دانه قلم 20 افغانی شد، یک دانه قلم قیمتش 20 روپه شد. خب خیلی یک دانه که 20 روپه شد 7 دانش چقدر میشه؟ 20 ضرب 7 میکنیم، ضرب چی 7؟ مساوی میشه 7 0 0 7 14 7 دانش 140 روپه 7 دانش چقدر؟ 140 روپه. این از روی چی پیدا کنیم؟ احدیت. اگر روی تناسب بخوایم حل کنیم چطور حل میکنیم؟ باید همین جواب بره سکنین از روی تناسبش هم میتونیم پیدا کنیم. این رقم 12 دانه قلم 240 روپه خیلی 7 دانش چقدر است؟ x 7 دانش چقدر؟ x باز هم اینی هک تناسب است، اما چلیپا که گفتیم طریقی بسار آسان 12 ضرب x مساویس به 7 ضرب 240 اطراف تقسیم چند پولی شرچی که بود 12 این طرف هم 12 یه هم ریزی خلاص x مساویس یک 12 12 دو 12 24 یه سفر 7 ضرب 20 کنیم 7 0 0 7 14 پیشتر هم 140 پیدا کنیم، حالا 140 ولی از روی یک اگر محاسبه کنیم اونمور دوستای عزیز به نام احدیت یا واحد یاد میکنه. شالا دوستای عزیز ایرام از پیش ما گرفتین، مفهومش هم درک کردین، تا حدودی هم اهمیتش فهمیدین. تشکر از توجهتان. اینا یک سوال دیگه میتیم براتون در باریزی و شما دیگه باز کار کنید. درباره احدیت، درباره احدیت معلومات خود را، معلومات خود را با مثال، با مثال واضح سازید. این دوستای عزیز درس امروز درست تا ساعتی دیگه که در خدمتتان قرار بگیریم شما را به خداوند یکتای بی همتا می‌سپاریم.